هموطنان گلقند، دوستای عزیز، سلام برسه برای همگیتان. آرزو دارم که جور و صد من باشیم به هر جور دنیا که هستیم. اولتر از همه عید قربان برای تک تک شما عزیزا تبریک میگم. از این قلب خود آرزو دارم که روزای عید به خوبی و خوشی و با محبت و صمیمیت همراه دوستا و فامیل خودتون بکنیم و وقتتون خوش بگذرم. واقعا بسیار خوشحال هستم از اینکه بعد از بسیار مدت زمان طولانی یک بار دیگر در خدمت شما قرار دارم و همراه شما هم کلام بشم. آرزو دارم که همگی شما هموطنان نازنین دور از مشکلات دنیا و زمان باشین، دور از ویروس کرونا باشین. واقعا من فکر میکنم این ویروس قدر طولانی شد، ولی به هر صورتش امیدوار هستم که بخیر به زودی زندگی همه ما و شما دوباره نرمال شود. و آرزو دارم که تا به حال آفت از این مریضی اثرش بالای شما نامده باشد انشاءالله. دیگر واقعا دلم پشت همه گی شما نازنین ها بسیار تنگ شده بود، تنگ شده و به خاطر از این بسیار زیاد خوشحال هستم که یک بار دیگر همراه شما هم کلام بشم. هموطنان عزیز، ما یک چند گفتنی خاص در پهلوی از اینکه میخواستم ایده بر شما تبریک بگویم، چند گفتنی خاص به خاطر امی کنسرت یا پروگرام آمدنی ما که بخیر به تاریخ 26 آگوست است. درباره از چند گفتنی بر شما عزیزا داشتم. البته اکثریت شما شاید که پوستر از این کنسرت حتما دیدین که ما دیروز تازه ریلیزش کردیم. بله، ما به تاریخ 26 آگوست بخیر به شهر زیبای دوزدورف جرمنی یک کنسرت بسیار بسیار خاص و اکسکلوزیف ما بخیر ارگانیز کردیم و یا برپا میکنیم که به همکاری یکی از کمپانی های بسیار 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 بزرگ انترتینمنت و یا هنری آلمانی است که امروی ما اونا پارتنرشپ کردن. واقعا اول خوب باید بگویم که برای ما بسیار زیاد جای افتخار است من حیث یک هنرمند افغان که یک کمپانی بزرگ آلمانی خواهش همکاری و یا دلچسپی همکاری را هم رو داشتم. واقعا برای من گفت بسیار بزرگ است و افتخار میکنم. دوم، واقعا خوشبخت هستم به خاطر از اینکه شما میفهمین که استاندارد کاری آلمانا و در کل از خارجی ها کاملا در یک سطح دیگه است. از این خاطر ما بسیار زیاد هیجان دارم به خاطر از این کنسرت. چند معلومات بسیار جزئی و مهمی که در باره از این کنسرت ما بر شما دارم. اول خود تاریخش است که به تاریخ 26 آگوست است. دوم، یک چیز بسیار جالب و نو و خاص که در باره از این کنسرت است اونی است که تمام هموطنان ما در سر تا سر دنیا میتونن که کنسرت ما را سر تا آخر به صورت زنده تماشا بکنن. و این البته باید یادآور شمام که شما میفهمید که بخاطر وضعیت کرونا و مشکلات کرونا در تمام نقاط دنیا کنسرت ها و اینا کاملا بند شده، ولی بالاخره بعد از کوشش های بسیار زیاد کمپانی های انترتینمنت در مملکت های مثل آلمان، هلند و غیره، بالاخره اینا موفق شدن که از دولت به طور رسمی اجازه از این را بگیرن که در یک ارینا مثلا کنسرت گرفته شوه و 100 نفر میتونن که در کنسرت حضور پیدا بکنن. خب این 100 نفر را میگذارم در آخر صحبتش رو بر شما میکنم، ولی جالبیت کل در این کنسرت ای است که مثل پیشتر گفتم شما میتونید که از هر نقطه دنیا کنسرت ما را
سر تا به آخر به صورت زنده تماشا بکنیم. شاید بعضی از عزیزای سوال در ذهنشان پیدا شده که چون مثلا ما آهنگای تا در یوتیوب تماشا نکنیم تا بیاییم مثلا پول بدیم و کنسرت تا به طور زنده از طریق اینترنت تماشا بکنیم. جواب ما و معلومات ما برو ایده همتنا اگر این سوال در ذهنشان است ای است که خب من فکر میکنم که کنسرت مکمل A to Z یا سر تا به آخر بنده را شاید یک بار تمام همتنان ما تونسته باشن تا به حال دمی 10 سال زندگی هنری من دیده باشن. کوم اولین کنسرت ما بود که ما به تلویزیون طلوع در افغانستان اجرا کرده بودم که به نام کنسرت گلسه بیادش میکنم. بعد از او تمام کنسرت هایی که ما در هر مملکت دادیم شما تانستین که فقط گوشه های از کنسرت ما را تماشا بکنیم یا یک یا دو آهنگ ما را تماشا بکنیم، ولی هیچ گاهی نشده که کنسرت ما را سر تا به آخر، البته بغیر از اینکه در شهرهایی که رفتیم همزمانی که در شهرها بودن و تعدادی که در کنسرت آمدن دیدن، ولی میلیون ها نفر هموطنهای دیگه یا افغانهای دیگه که داریم که در سر تا سر دنیا هستن تا به حال اکسکلوزفلی کنسرت مکمل من ندیدن. از این خاطر ای از نظر ما یک پروژه بسیار جالب بود و ما بسیار دوست داشتم که چون همیشه سالهای سال شده که از هر نقطه دنیا بر ما ریکوست می آید و یا خواهش می آید، پیشنهاد می آید که ما چرا در بسیاری از نقاط و شهرهای دنیا که افغان ها زندگی میکنن نتونستیم تا به حال برم و اجرا بکنم. این فکر میکنم شهرهایی که مخصوصا شهرهایی که ما تا به حال نرفتیم، مملکتهایی که نرفتیم، فکر میکنم یک اپورتونیتی بسیار بسیار خوب و چانس بسیار خوب برای از او ایده هموطنهای ما هست که همیشه خواهش دیدن کنسرت ما را داشتن ولی ما نتونسته بودیم که در شهرهایشان باریم. خلاصه بر ما این کنسرت واقعا یک پروژه بسیار دلچسب است. من مطمئن هستم که یک چیز جالب و دیدنی و دلچسب برای نه تنها بر ما، برای هموطنان ما هم می باشد. در پهلوی از اینکه البته باید یادآور شوم در پهلوی از اینکه هموطنان نازنین ما مرا حمایت می کنند شخصا، مخصوصا به خاطر از اینکه دوست عزیز، خب یک چیز جالب در این کنسرتی است که امی کمپانی آلمانی که همراه ما کار میکنن در این زمان در این هفته تقریبا با 5-6 موزیک بند دیگه کار میکنن که از ممالک مختلف اروپایی هستن، مثلا آلمان هاست، انگلندی هاست، سویدنی هاست و غیره. و در بین از این هنرمند ها من دوست دارم که هموطنهای ما مرا اقدر سپورت بکنن، اقدر حمایت بکنم که در بین از این بند ها و امی کمپانی آلمانی سر مرا بلند بکنن و ببینن که افغانای نازنین ما چقدر هنرمند خدا افتخار میبخشن و چقدر حمایت میکنن. من ایره بخاطر از این به دل گرم و دل پر میگم، میفهمم که من سپورت میکنن بخاطر که همیشه کردیم. ما همیشه سالهای سالهاست که واقعا خدا رو شکر و با تشکر زیاد از هموطنان نازنین ما همیشه تشویق شدیم و همیشه استقبال شدیم در هر نقطه دنیا که رفتیم، در شهر هر شهر که رفتیم هموطنان ما مرا حمایت کردن. از این خاطر به دل بسیار بالا و گرم یک بار دیگه ما از تمام هموطنان ما خواهش میکنم و آرزو دارم که سر من پیش کمپانی آلمانی بلند بکنم و از این کنسرت و از ما از شخص خودم حمایت بکنم. دوست عزیز، در این کنسرت ما 4 کاتگوری تیکت ها داریم که یک کاتگوری اولش تیکت سیلور است، کاتگوری دوم تیکت گولد است و کاتگوری سوم و چهارم هر دویشان کاتگوری دایموند هستن. از کاتگوری سلوار شروع میکنیم. کاتگوری سلوار تیکت هایی است که زمانی که دوستای تیکت ها را خریداری میکنن اونا میتونن که کنسرت ما را امون روز امون شب ساعت 8 شب کنسرت ما شروع میشه و مستقیم
اونا میتونن که کنسرت همون شب از طریق اینترنت به خانه های خود هم برای فامیلای خود مستقیم تماشا بکنن. کاتگوری دوم ما که تکت های گولد است، اونی در عزیزان ما میتونن که این کنسرت در چون میگن داخل 48 ساعت میتونن که کنسرت، یعنی بعضی ها امکان داره که امون روز یا امون شب کار داشته باشن یا میمان داشته باشن یا نتونن یا رستوران باشن، نتونن که امون شب کنسرت تماشا بکنن، اونا چانس ازیر میداشته باشن که تا 48 ساعت بعدی هم این کنسرت تماشا بکنن در پهلوی ازی که همچنان یک تیشرت بسیار مقبول و خاص و اکسکلوزف امرای یک دیزاین و عکس جدید من هم برزونا به طور تحفه فرستاده میشه به خانه هایشون. کاتگوری سه ما که به نام تکت های دایموند یاد میشه، ای اوید تکت ها است که هموطن های عزیزی که کاتگوری سه همه تکت های دایموند خریدار میکنن، اونا میتونن بغیر از اینکه کنسرت تماشا بکنن به طور مستقیم و یا زنده، اونا میتونن که در عین زمان تی شرت که برشان تحفه داده میشون را هم به دست بیارن، همچنان میتونن که تمام اینترویو و تمام امین موفمنت ها و چی میگن کارهایی که پیش از کنسرت انجام داده میشه انجام میافه تمام از اون را اکسکلوزیفلی تماشا بکنن، همچنان اونا میتونن که چانس ادیره داشته باشن که بعد از اینکه کنسرت خلاص میشه امرای ما مستقیما از طریق تلفن یا اینترنت با ویدیو، البته 100 نفر میتونن که امروی ما صحبت داشته باشن و یا چت چت داشته باشن، یک چت چت و یا صحبت خاص یک با یک چی میگم لایف زنده و از طریق ویدیو، و هر سوالی که از ما داشته باشن ما میتونم که مطرح بکنم و ما جواب سوالای از ما را هم میتونم. کاتگوری چهارم ما که هم تکت های دایموند اسمشان است، این تکت ها خاص و خاص فقط و فقط برای 100 نفر داده میشه که او 100 نفر چون سزیره میداشته باشن که بیاین به داخل ارینا مثل یک کنسرت نرمال ما را به داخل ارینا تماشا بکنن. البته این 100 نفر به خاطر ازی است که مثل که بیشتر گفتم نظر 100 نفر در آخر صحبت های خود میرم دوستای عزیز، مثل که گفتم دولت آلمان اجازه دادن برای کمپانی های انترتینمنت که کنسرت ها را برگزار بکنن، یعنی بعد از اینمی اولین کنسرت است که دوست عزیز بعد از اینمی قدر مدت زمانی که کرونا بود ارگنایز شده و واقعا من بسیار زیاد خوشبخت هستم از اینکه یکی از او آرتست هایی که اولین بار بعد از مشکل کرونا اجرا میکنم و خودم هستم. خب پس میرم سر گپ پیشتر، سر گپ اصلی که اونا اجازه دادن که در یک ارینا 100 نفر بیایا و کنسرت ها اکسکلوزیفلی تماشا بکنم و به داخل از این ارینا لاونجای بسیار بسیار خاص برای فامیلا، برای کپلا، برای تمام مردم تیار شده و جور شده که در این لاونجا اینا جدا جدا دور دور از هم دیگر میشینن و سرویس های بسیار خوب هم در خدمتشان میباشن، مثل غذا برشان آماده میشه، اونا میتونن که سرویس درینکس یا نوشابه و نوشیدنی و اینا رو داشته باشن و در عین زمان بعد از اینکه کنسرت رو تماشا میکنن اونا میتونن که یک دیدار نزدیک و صحبت های از نزدیک و از با ما داشته باشن و همچنان یک عکس و در عین زمان یک تیشرت که بیشتر دوارش بر شما گفتم تیشرت تازه و نو با دیزاین جدید. خب من فکر میکنم انفورمیشن یا معلومات بسیار زیاد بود، آرزو دارم که شما تانسته باشیم که عزم بکنیم، ما به طریق خودم رقم رو تشریح دادم، آرزو دارم که واضح براتون
معلومات داده باشم، ولی در این زمان هر معلوماتی که شما داشته باشین